رویتر. مریم رجبی گفت آمریکا مسئول هر گونه آسیبی است که به ساکنان اشرف وارد شود. او برای یک کنفرانس ویژه که همه طرفها را گرد هم می آورد فراخوان داد. در کنفرانسی در پاریس ده‌ها تن از مقامات دولتی پیشین آمریکا و اروپا درباره حفاظت از ساکنان اشرف سخنرانی کردند. هاواردین: ما به آنها قول حفاظت دادیم. آمریکا باید قول خود را محترم بشمارد. پاریس، 6 ژانویه 2012، خبرگزاری رویتر. روز جمعه مریم رجوی، رهبر مخالفان ایرانی مستقر در عراق گفت: آمریکا مسئول هر گونه آسیبی است که به بیش از 3000 عضو آن در صورت جابجایی اجباری به کمپی در نزدیکی بغداد وارد شود. مریم رجوی در اصل از یک پیشنهاد نقل مکان ساکنان کمپ اشرف بر اساس تضمین‌های وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون و سازمان ملل متحد برای رعایت سلامتی و امنیت ساکنان اشرف حمایت کرده بود. اما موشک‌ها درست چند روز پس از آن که بغداد ضرب العجل 31 دسامبر را تمدید کرد و در حالی که ملل متحد برای انتقال ساکنان مذاکره می‌کرد به کمپ اصابت کردند. مریم رجوی گفت برخلاف آنچه که به عنوان بخشی از قرارداد سازمان ملل متحد بر روی آن توافق شده بود، مقامات عراقی کمپ جدید را که قبلا پایگاه نظامی آمریکا بود به یک زندان تبدیل می کنند. او گفت دولت آمریکا به طور کامل مسئول هر آسیبی خواهد بود که به ساکنان اشرف وارد شود. در پاریس ده ها تن از مقامات بلندپایه پیشین آمریکا و اروپا از جمله جان بولتون، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد، لوئیس فری، رئیس سابق FBI و ژنرال دیوید فیلیپس، یک فرمانده سابق حفاظت کمپ اشرف، برای سخنرانی دعوت شده بودند. مریم رجوی برای یک کنفرانس ویژه که همه طرفها را جمع کند تا این بنبست را بشکند فراخوان داد. سفیر جان بولتون به رویتر گفت هیچ دلیلی برای نگه داشتن مجاهدین در لیست وجود ندارد و اضافه کرد در پایان دولت بوش توصیه هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم لغو نامگذاری این گروه بود. اما کاندلویزا رایس به امید آن که در مذاکرات با رژیم ایران تسهیلاتی ایجاد شود آنها را در لیست نگه داشت. آینده کمپ اشرف از زمانی که واشنگتن آن را در سال 2009 به دولت عراق تحویل داد نامتعین شد، اقدامی که یک واکنش شدید را در آمریکا برانگیخت، به طوری که مقامات دولت‌های قبلی آمریکا گفتند این کشور قول‌های خود برای حفاظت ساکنان اشرف را شکسته است. دولت بغداد مکرراً گفته است این گروه را در خاک خود نمی‌خواهد. سازمان ملل متحد همراه با اتحادیه اروپا در تلاش برای حل این مسئله بودند. موشک‌ها درست یک هفته بعد از خروج آخرین نیروهای آمریکایی از عراق، تقریباً 9 سال پس از اشغال در سال 2003 بر این کمپ فرود آمد. شورای ملی مقاومت ایران مسئولیت حمله موشکی را بر عهده نیروی قدس سپاه پاسداران و عوامل عراقی آن می‌داند. اگرچه بغداد نگفته است چه کسی در پشت این حملات بوده است. هاواردین، نامزد ریاست جمهوری آمریکا در سال 2004 از حزب دموکرات گفت اشرف یک موضوع جانبی نیست. ما به آنها قول حفاظت دادیم. وقتی آمریکا یک قول می‌دهد باید آن را محترم بشمارد. تلویزیون الجزیره، یک کنفرانس بین المللی در پایتخت فرانسه. تلویزیون الجزیره، 6 ژانویه 2012. یک کنفرانس بین المللی در پاریس پایتخت فرانسه که به گفته برگزار کنندگان برای بحث درباره خطراتی که متوجه ساکنان قرارگاه اشرف است برگزار شد. در این کنفرانس که توسط شورای ملی مقاومت ایران برگزار گردید، شخصیت‌های آمریکایی و اروپایی شرکت داشتند. هدف از برگزاری این کنفرانس
اعمال فشار بر دولت عراق برای تأمین تضمین‌های امنیتی قبل از انتقال ساکنان قرارگاه اشرف در استان دیالی به کمپ لیبرتی در نزدیکی پایتخت در بغداد بر اساس توافقاتی می باشد که پیش از این بین عراق و سازمان ملل منعقد شد. احتضنت العاصمة الفرنسية باريس مؤتمرا دوليا لبحث ما سماه المنظمون المخاطر التي تحدق لسكان معسكر أشرف التابع لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في العراق. شاركت في المؤتمر الذي نظمه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية شخصيات أمريكية وأوروبية. المؤتمر يهدف إلى الضغط على الحكومة العراقية من أجل توفير ضمانات أمنية قبل نقل سكان المعسكر من محافظة ديالى إلى مخيم ليبرتي القريب من العاصمة بغداد حسب اتفاقات مسبقة بين العراق والأمم المتحدة.